اما چیکار بکنیم توی این شرایط اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که احساس تاسف نکنیم برای خودمون احساس تاسف نکنیم که تو این جامعه به دنیا اومدیم تو این شرایط به دنیا اومدیم تو این حکومت به دنیا تو این مدل خانواده به دنیا اومدیم اینقدر احساس تاسف و بدبختی نکنیم برای قصه و مسئله بعدی اینه که به که تمرکز کنیم روی چرایی قضیه که چرا این اتفاق افتاد روی اینکه چگونه میتونیم جلوش رو بگیریم یا چگونه میتونیم کاری بکنیم که تاثیرش کمتر بشه تمرکز کنیم به عبارت دیگه به جای اینکه تمرکزمون رو روی مشکل بذاریم تمرکزمون رو روی راه حل بذاریم آگاهی داشتن خیلی خوبه عدم آگاهی ما خیلی کارهایی رو میکنه که متاسفانه ممکنه توی دو تا شرایط کاملا برابر یکی تو فضای آگاهی اون کارو میکنه و لذت میبره یکی تو فضای ناآگاهی اون کارو میکنه و عصبانی از اون کاری که داره میکنه کار مشترکه و چون توی دو تا فضای مختلف هست یکیش دردناکه یکیش خوشاینده در نتیجه بیایم به این قضیه نگاه بکنیم ببینیم که آگاهی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که جامعهمون رو تغییر بدیم ولی برای این عدم آگاهی آیا من اونقدر آگاه هستم که بخوام کس دیگه ای رو سرزنش کنم به خاطرش خوب هست که دست از سرزنش خودمون یا دیگران برداریم واقعه رو همونطوری که هست ببینیم واقعه اینه که این ویروس هست و این ویروس میتونه آسیب بزنه به خیلی ها. من چجوری میتونم در آرامش بمونم که برای خودم اطرافیانم و جهان هستیم سازنده باشه مفید باشم، موثر باشم و معنای زندگیم رو توی این سختی پیدا کنم یادمون باشه که تو شرایط آسون و راحت همه خوشحال هستن، همه کنار شما هستن و شما هم میتونید همه جا باشید تو شرایط سخت هست که ما قوی میشیم، تو شرایط سخت هست که ما میتونیم خودمون رو بسازیم و اگر از این شرایط سخت بیرون اومدیم، اون وقت میدونیم که چقدر فولادین شدیم و آسیب نفذیر من. رانا. در رانا. در رانا. من من رانا رانا من من میشه رانا. رانا. توی شرایط اخیر توی شرایطی که ایزوله های عجب غریب پیش اومد یا قرنطینه ها پیش اومد حرکت های جمعی خودجوشی هم شکل گرفت مثلا توی ایتالیا همه توی محله رفتن توی بارکان ها و سازی رو نواختن یا آهنگی رو خوندن و رو خوندن یا توی ایران همینطور آوازی رو هم آواز شدن با هم خوندن این دو تا بخش یه بخش جامعه شناسانه و بخش روان شناسیش هست که خوب است بهش توجه بکنیم اینکه هر وقتی که بحث حرکت های جمعی یا هماهنگی های جمعی پیش میاد ما بدون اینکه فکر کنیم بهش پیروی میکنیم این حرکت جمعی یا جماعت یا همرنگ شدن با جماعت هست حرکت توده هست که پیش میاد و باهاش میریم جلو اگر آگاه باشیم بهش میشونیم انتخاب کنیم کجا باشیم یا نباشیم و اگر انتخاب کنیم میدونیم که یعنی در واقع اگر آگاهی داشته باشیم باز من برمیگم به کلمه آگاهی اگر آگاهی داشته باشیم و با آگاهی انتخابش کنیم میتونه باعث اون همدلی و صمیمیتی بشه که از ابتدا دنبالش بودیم که توی این وقایع اجتماعی یا توی این بلایای طبیعی پیش میاد ببین وقتی که ما توی اتفاقای اینجوری توی این هماهنگی‌های اجتماعی قرار میگیریم در واقع به خودمون میگیم من هستم من هنوز هستم من هنوز دیده میشم من هنوز شنیده میشم و این بهترین چیز هست برای اینکه زنده بودن خودمون رو محک بزنیم و احساس مفید بودن بکنیم و معنایی بدیم به زندگیمون یعنی ما اگر میخوایم صمیمیت رو ایجاد کنیم طبعا شعر کردن یا سهیم شدن آسیب پذیری هامون قدم اول هست و این کمک میکنه که شنیده بشیم و این شنیده شدن دوباره کمک میکنه که راحتتر صحبت بکنیم یعنی دوباره شیر کنیم دوباره سهیم بشیم و این چرخه که جلوتر میره صمیمیت رو ایجاد میکنه و فکر کن اگر ما این رو قطعش بکنیم این چرخه قطع میشه و صمیمیت ایجاد نمیشه بچه های ما هم یاد نمیگیرن چقدر توی این دوران ما توی خونه که هستیم یارها با هم صحبت کردن خواهر و برادرها با هم صحبت کردن خانواده دور هم نشست چقدر تفریحات عمومی رو گذاشتیم اینها کارایی هستن که میتونن به ما کمک بکنن تا حال بهتری رو برای خودمون نگه داریم